عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای حفیظ، وقوع سیل‌های اخیر در افغانستان چه آسیب‌های بیشتری به کشور و مردم افغانستان وارد کرده است و برای جلوگیری از بروز خسارت بیشتر چه تمهیداتی باید توسط مردم و دستگاه‌های دولتی افغانستان انجام شود؟ با عرض سلام و درود خدمت شما و تمامی بیننده ها و شنونده های تلویزیون وزین شما، قبل از همه حادثات و بلایای طبیعی که در روزهای اخیر مخصوصا دیروز در ولایت افغانستان اتفاق دیده و تمام مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم. متاسفانه که خسارات ناشی از بلاهای طبیعی و مخصوصا سیلاب هایی که در اواخر در افغانستان جاری شده این بسیار خسارات جبران ناپذیر ده به وجود آورده، چرا که امور رقمی که در اخبار خودم شما نشر کردین، افغانستان یکی از کشورهای زراعتی هستند که در اینمی سیلاب ها نه تنها که تنها امو زراعت و کشزارهای مردم نابود شده، بلکه پول و پلچک و بندهای آبگردان و سایر نهرهای را که برای آبیاری زمین ها مردم افغانستان در سالهای گذاشته و همچنان دولت و نهادهای بین المللی ساخته بود، متاسفانه که تعداد زیادشان در امی ولایت ها نابود شده و از بین رفته. نه تنها که امسال تمامی حاصلات زراعتی که آنهایی که زیر سیلاب شده که یک مشکل است، آیه که بندهای آبگردان و اینا را و همچنان راههای مواصلاتی را از بین برده، دیگه حاصلات مردم هم بسیار شدیداً آسیب دیده، بر علاوه خانه های مردم خراب شده، خیلی خسارات زیادی که شاید به میلیاردها دلار خساره دیده باشه مردم. بله، با توجه به اینکه مردم افغانستان پس از حکومت طالبان با مشکلات زیادی روبرو هستند، چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مشکلات افغانستان میتوان پیشنهاد داد؟ راهکارهایی که البته در گذشته حوادث طبیعی که اتفاق میافتاد، مثلا در سالهای گذشته در لوگر و در ولایت پروان همچنان در جاهای دیگه چنین حوادثی اتفاق افتیدن، در بدخشان و زلزله شدن و در خوست زلزله شدن، مردم افغانستان او وقت اقتصادشان خوب بودن، ما خودم هم وقتی در افغانستان بودیم مردم خودشان کمک جمع میکردن، پول جمع میکردن، پیسه و لباس و اینا را در کنار کسایی که از این حوادث طبیعی صدمه دیده بودن استاد میشدن و همچنان دولتی که او وقت در گذشته وجود داشت حمایت جامعه بین المللی را داشتن، جامعه بین المللی هم حمایت میکردن. متاسفانه با آمدن جامعه بین المللی را داره و از طرف دیگر در این 3 سال گذشته مردم افغانستان بالکل شیرازه اقتصادشان از بین رفته. بنان خواهش ما از جامعه بین المللی است، مردم افغانستان دیگه توانمندیشان خلاص شده، حتی همو کسایی هم که در سالهای گذشته میتونست در کنار همدیگه خود استاد شده، اونا هم زیر خط فقر زندگی میکنه. فقط جامعه بین المللی و همچنان کشورهای اسلامی، دفتر مراجع و جاهایی که کمک های خیریه است، هرچی عاجل به مردم زجر دیده افغانستان برسانه، ورنه میلیون ها انسان جانشان در خطر جدی فقر و همچنان نابود شدن قرار داره. که امیدوار هستیم که دنیا در این توجه بکنه و این که یک دولت ظالم و یک دولتی که به زور تفنگ آمده سر مردم حاکم شده، مردم گناهی نداره، مردم به ناچار است که اونمو دولت را پذیرفته یا نمیتونه در مقابلش ایستاد شوه، اما جان مردم بسیار به شدت در خطر است. بله، بسیار متشکرم از شما، عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی اجتماعی از آنکارا.